بلند به فضل کردنش نور هدایتی به دلهم افتادید و ما موحد شدیم. الحمدلله. هم خاندان رسول مکرم رو حفظ کردیم و هم صحابه گرانقدر رو به دست آوردیم. این شبکه های شما یک نور عظیمی در داخل این ظلمت آخوندی روشن کرد. من بسیار قلبم منور شده. به من که برم شبکه های رو نگاه میکنم. بله. خدا روشن با خواندن قرآن دیگه دست از خرافات و شرکت برداشتم. پایم سریع. من الحمدلله چند ماهی که الحمدلله به لطف خداوند و برنامه خوبتون موحد شدم و واقعا الان دارم لذت ایمان واقعی رو دست می کنم. واقعا الان دارم لذت دوری از شرک و خرافات و قبر پرستی و چیز رو دست می کنم. واقعا الان دارم لذت موحد بودن رو دست می کنم. میخوام قبل از حرفم شهادتین رو بگم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر. عزيزم ما تمام خنقاء وادم سني شديم إن شاء الله بسودية سود ماشي أيام حقيقي در إيران و در پایتخت تهران. ما با گل از شما پیشوازی خواهیم کرد و نماز جماعت رو همه ما زیر یک زخم و در تهران بزرگ با هم میخونیم انشاءالله. جناب آقا عثمان عزیز پشت خط هستن. برادر گرامی بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. پندارهای شهوت در باور این قوم نه تنها مجاز است بل حتی ثواب دارد. میثاق‌های ساعتی بین زن و مرد در این قبیله وحشی اجر بسیار دارد. صیغه، متعه، کلماتی هستند که اگر در جمع تشیع تلفظ بشوند صداها خفته میشوند، گوشها سراسر گوش میشوند، چو پوز سگان بو میکنند که صدای متعه از کدامین سو میآید. کی میخواهد صیغه شود تا اجری نصیبش گردد؟ تا جایی که مجلس شورای نا اسلامیشان با وقاحت تمام صیغه را تصویب می کند، می گویند برای ارضای مردهای متأهل این کار لازم است. حالا اگر جوان مجردی بود با ترفندهای شیطانی در لفافهش می پیچاندید، اما مگر مرد متأهل زن ندارد؟ اگر مرد زن را لباس خود بپندارد و زنان دیگر را لباس شوهرانشان ببیند، طبعا این حد که حرمتها و نابودی خانواده ها هم کنسل می شود. اگر همه به آنچه که دارند قانع باشند و به پاس احترام ناموسشان ناموس مردم را احترام کنند، شیطان هم شهوتها را قلقلک نمی کند و شهوتهای شیطانی در نطفه خاموش می شوند. اما وقتی در مشهد زنانی که هر کدام هم بچه‌ای در بغل دارند و زائرین امام رضا را به خوابهای صیغه‌ای ساعتی و نیم ساعتی دعوت می کنند، این حرفها هم کمرنگ می شوند. حتی استحمام بعد از این زنای شرعی شده را مقدس می دانند، بدین معنا که قطرات آبی را که این نجاست و پلیدی و هم خوابی حرام را قطره قطره تقسیم بندی می کنند و آنها را به تعداد قطرات آب در زمره حسنات شخص می گذارند. نستعین و بک یا رب. قبل از ادغام کمیته، شخصی که سلمان احمدی نام دارد در اهواز به پست رئیس منکرات کل استان منصوب می شود. ایشان از طرف نماینده ولی فقیه آقای جزائری به سلمان فارسی صحابی بیشتر و کرد ملتن شد. ایشان به زمانش فیلم های احتیاجات جمعه نگاه می کند. دیدن این فیلم های مستهجن همانا و خودش مستهجن و زباله شدن همان. در طول مدت تصدی این پست قریب 200 دختر نگونبخت را به بهانه ارشاد اسلامی بازداشت می کند و در نهایت خوی توحش و ددمنشی به آنها تجاوز می کند. این همه دختر دم بخت را سیاه بخت می کند که از لابلای آنها دختری که فرزند یکی از عالی جنابان این جمهوری نامبروک آخوندی بود قضیه دخترش را پیگیری می کند و این قضیه مثل بمب منفجر می شود و بعد هم به وسیله آیت الله ها صدایش می خوابد.
این سونامی شهوت در معتقدات تشیع غیر قابل مهار است، چرا که این حضرات صیغه را جزء لاینفک معتقدات دینی و مذهبی دانند که عمل به آن انسان را جزء اولیاء و صالحین و ابرار قرار می‌دهد. اما تعجب آور این که اینها چرا نمی‌گذارند مادرانشان، خواهرانشان، دخترانشان به صالحین و ابرار ملحق شوند تا شمعی اجر و ثواب نصیبشان گردد. مال مردم مال خودشون بیت المال. سالهاست به این سنفونی تجاوز به عنف و تجاوز به شأن و کرامت زن و حد که حرمت خانواده ها را به اسم صیغه بر باورهای زود باور شیعیان مسکین می نوازند. علمایشان بهشان می گویند هل تريد ان تدخل الجنة فتمتع یا حبیبی فتمتع، می خواهی با ما به بهشت وارد شوی؟ صیغه کن، متعه جواز ورود به بهشت است. این شخصیت های آخوندی غیر روتین، این ابتذال در اخلاق و فسادت سرشت را مقدس و خدایی جلوه می دهند، حرام خدا را حلال می کنند و با وقاحت و بیشرمی می گویند خدا گفته. این مافیای قتل شخصیت و تجویز بسترهای نکبت به وفور در مراسم عزاداری و حسینیه های فرسوده فکری یافت می شوند، تا جایی که یکی از مداحان به نام این مجموعه می گوید اگر زنی در مجلس امام حسین باردار شد هیچ ملالی نیست، بل ثواب و اجر خدایی دارد. چرا از شخصیت امام حسین هزینه می کنید؟ منجلاب تعفن در بسترهای حرام را توجیه می کنید؟ جنین های شهوت در شبهای عاشورایی را به امام حسین نسبت می دهید؟ آخر چرا؟ چرا این شخصیت فرهیخته را موافق امیال شیطان شهوتی خود جلوه می دهید؟ آیا نعوذ بالله خانواده امام علی علیه السلام موافق صیغه بودند و این کار را برای حصول اجر و ثواب بر خانواده خود برمی تابیدند؟ باید بر پیشانی هایتان داغ ننگین عار و فقدان شرافت زده شود که خانواده جلیل و شأن امام علی و فرزند شهیدش را لکه‌دار می کنید. در جامعه‌ای که صیغه پایه و اساسش را تشکیل می‌دهد، آیا امنیت شرف وجود دارد؟ آیا در جامعه‌ای که به سادگی ناموس جلیل الشأن پیامبر حد که حرمت می‌شود و نسبت‌های ناروا به امهات المؤمنین داده می‌شود، آیا ناموس افراد عادی مسون خواهد بود؟ آیا این خانواده‌ها قادرند دختر 5 سالشان را به صف نانوایی بفرستند؟ آیا در این جامعه منحط دختران طالب علم می توانند مدرسه بروند؟ آیا تا حالا دو تا گنجیشک را در هوا دیده اید که جیکشان در آمده و با هم دیگر دعوا می کنند؟ گنجیشک ماده فرار می کند چون می داند که این شوهرش نیست و گنجیشک آخون صفت سمت دست بردار نیست. آیا می دانید در لقاح کده های حیوانی اگر گاوی را برای تکاثر نسل پیش سور یا گوساله نر ببرند و این گوساله نر اگر بو ببرد که شمه ای از نژاد و هم خونی این گاو را دارد قادر به لقاح نخواهد بود؟ وقتی که این تکریم خانوادگی در حیوانات و چرندگان و پرندگان لحاظ می شود، آیا شما از حیوانات کم کرید؟ و خیلی آیاهای دیگر را به وجدان بیدار شیعان مقدس می سپاریم. من الله التوفیق. جزاکم الله خیر. تشکر می کنم از برادر عزیزمون آقا عثمان. سلام علیکم.